قربانیان تعصب مردان، دخترانی از سنین و شهرهای مختلف ایران. شاید تنها وجه اشتراکشان سرنوشت تلخشان باشد. سرنوشتی که در سایه فرهنگ مرد سالار و نبود قوانین حمایتی برایشان رقم خورده. رومینا اشرفی وقتی در خرداد سال 99 در شهرستان تالش گیلان به دست پدرش کشته شد، تنها 13 سال داشت. جرمش فرار با مرد جوانی که به او دل بسته بود. به گزارش روزنامه شهروند، پدر رومینا پیش از قتل دخترش با یک وکیل مشورت کرده بود و می دانست جنایتی که مرتکب شده مجازات قصاص ندارد. بر مبنای قانون مجازات اسلامی، پدری که فرزند خود را به قتل برساند قصاص نمی شود و تنها در صورت تشخیص قاضی ممکن است به حبس بین 3 تا 10 سال محکوم شود. پدر رومینا هم در نهایت به 9 سال حبس و پرداخت دیه محکوم شد. قتل رومینا هرچند از جنجالی ترین و تکان دهنده ترین قتل های موسوم به ناموسی در سال 99 بود، اما آخرین آن نبود. اواخر خرداد سال 99، فاطمه برهی، زن 19 ساله آبادانی هم به دست شوهرش که پسر عمویش هم می شد، سر بریده شد. دلیل قتلش، فرار از ازدواج اجباری. هر روز کتک میخورد. وقتی فاطمه دیگه این رفتارای پسر عمو شدید، به باباش اینا گفت طلاقم بدیم. نمیخوام، نمیتونم، خودمو میکشم. خانواده فاطمه برهی در نهایت از قصاص قاتل گذشتند. ریحانه آمری 22 سال داشت وقتی در اواخر خرداد در کرمان به دست پدرش کشته شد. دلیل قتل او انتشار تصاویری از خود در اینستاگرام و دیر آمدن به خانه. پدر ریحانه چند سال پیش هم سعی کرده بود او را بکشد. اما آن موقع ریحانه توسط خواهرش نجات پیدا کرده بود. کارشناسان ازدواج اجباری، فقر فرهنگی و اقتصادی و نبود قوانین حمایتی از زنان را از جمله دلایل قتل‌های ناموسی می‌دانند. آمار دقیق قتل‌های موسوم به ناموسی در ایران از سوی نهادهای رسمی اعلام نمی‌شود. اما خبرگزاری ایسنا در گزارشی که در آذر سال 98 منتشر کرد، از وقوع سالانه 375 تا 450 مورد قتل ناموسی در ایران خبر داد. بنابراین گزارش، قتل‌های ناموسی حدود 20% از کل قتل‌ها را تشکیل می‌دهند. دختران و زنانی که بیش از آن که قربانی پدران و همسرانشان باشند، قربانی قوانینی هستند که از فرهنگ مرد سالار حمایت می‌کند. نرگس توسلیان، ایران اینترنشنال.